بازیگر قدیمی سریال های خاطر انگیز دهه 70 و 80 فردوس کاویانی متاسفانه ساعتی پیش از دنیا رفت. با ما همراه باشید، راجع به جزئیات و علت مرگ این بازیگر صحبت میکنیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. متاسفانه با خبر شدیم که فردوس کاویانی بازیگر پیشکسوت کشورمون دقایق قبل در سن 82 سالگی از دنیا رفت. احسان حاجی پور، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگردانان خانه تئاتر، در گفتگویی که انجام دادش در گذشت این هنرمند رو تایید کرد. این هنرمند با سابقه از مدت ها قبل درگیر بیماری بود و امروز یک شنبه 9 مهر ماه در منزل شخصی خودش از دنیا رفت. قبل از این گفته می شد که فردوس کاویانی چند سالی هستش درگیری بیماری های مختلف مثل آلزایمر هست و خیلی هوش و حواسش هم سر جاش نیست و خاطرات گذشته رو خیلی به خاطر نمیاره و نمیتونه توی محافل مختلف حضور داشته باشه. فردوس کاویانی دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. اون در سال 1350 فارغ التحصیل شد. ولی خب بازیگری رو از 10 سال قبل، یعنی از سال 1340 با نمایش و تئاتر شروع کرده بود. اون در فیلم‌های مختلفی مثل شهر قصه ها، اجاره نشین ها، بانو، میک، سگ‌کشی و خیلی از سریال های محبوب دهه 70 مثل همسران و آژانس دوستی حضور داشت. جالبه بدونید که فردوس کاویانی مدتی رو هم در آلمان زندگی میکرد و توی آلمان رشته زبان آلمانی رو در دانشگاه برلین قبول شد و چند سالی هم خوند که در نهایت انصراف داد و درسش نیمه کاره تموم شد. قطعا اوج شهرت فردوس کاویانی با دو سریال آژانس دوستی و سریال همسران در کنار مهران مهین‌ترابی بودش. خودش در مصاحبه‌ای در مورد علاقش به بازیگری میگه: از بچگی عاشق نقش بازی کردن بودم. البته نه اینکه فوتبال و توپ رو دوست نداشته باشم، ولی تو بچگی وقتی که نمایش تعزیه رو میدیدم فکر میکردم که چه کار جالبیه. وقتی به خونه برمیگشتم تا ساعتها ادای بازیگرای تعزیه رو در میآوردم. فردوس کاویانی بعد از اتمام دوره 6 ساله ابتداییش با ترفندهایی موفق شدش که از شهرش کرمان به شهر تهران بیاد، چون تئاتری که دنبالش بود توی تهران بود و کرمان کلن فعالیت تئاتری وجود نداشت توی اون سالها. خودش میگه که به عشق تئاتر اومد تهران، ولی چون کاری نداشت مجبور شدش که توی پارچه فروشی کار بکنه که بتونه اموراتش رو بگذرونه. اون زمان دیپلم گرفتن کار هر کسی نبود و خیلی تعداد کمی از افراد به مقطع دیپلم میرسیدن. فردوس کاویانی بعد از اینکه دیپلمش رو موفق شد بگیره، توی برنامه بورس اعزام به خارج از کشور هم قرار گرفت و بورسیه گرفت و به راهی کشور آلمان شد. ابتدا در رشته شیمی ثبت نام کرد و چون خیلی به رشتهش علاقه نداشت با مسئولای دانشگاه صحبت کرد و توی همون ترم اول رشتهش رو از شیمی به تئاتر تغییر داد و موفق شدش توی این رشته تحصیل بکنه. ولی خب بعد از یه مدت و گذشتن چند ترم به دلایل مجبور شدش که بازم رشتهش رو تغییر بده و این بار به زبان آلمانی رفت. ولی خب خیلی زبان آلمانی رو هم باز علاقه نداشت و نیمه کار رها کرد. دلیل انصرافش از تحصیل همینجور که خودش میگه یه هم اتاقی داشته که توی همون ترمهای اول دانشگاه تمام پولها و دارایی‌های اون رو از اتاقش سرقت میکنه و توی شرایط بدی توی اون مقطع قرار میگیره و واسه بیپولی و بحرانی که باش روبرو شده مجبور میشه که دانشگاه رو رها بکنه و بیپولی در نتیجه باعث شدش که اول دانشگاه رو رها بکنه و به خاطر اینکه نتونست توی کشور غریبه کار پیدا بکنه در سر بیپولی به ایران برگشت. اون در سال 1340 وقتی که 20 سال سن داشت به ایران برگشت و بعد از سپری کردن یه دوره زیر نظر حمید سمندریان شروع به بازی در تئاتر تهران کرد و در سال 1350 تصمیم گرفتش که تحصیلات آکادمیک خودش رو در رشته بازیگری در دانشگاه تهران بگذرونه و در 30 سالگی به دانشگاه رفت و فارغ التحصیل شد.
اون سال 1349 وقتی که 29 سال سن داشت، بعد از 9 سال بازی در تئاتر، اولین بار با فیلم تجاوز جلوی دوربین رفت و سال 52 در دومین تجربه خود قبل از انقلاب فیلم شهر قصه ها رو بازی کرد. بعد از انقلاب هم فعالیت هنریش رو ادامه داد و در سال 1359 با فیلم چوپانان کویر به سینما بازگشت و با سریال همشهری هم وارد تلویزیون شد و اولین تجربه سریالش رو توی سال 59 به دست آورد. اون در سال 1363 با بازی در مجموعه محله بهداشت خیلی شهرتش رو بیشتر کرد و مورد توجه مخاطباش قرار گرفت. ولی خب میتونیم اوج شهرت فردوس کاویانی رو مربوط به سال 1373 در سریال پرمخاطب همسران بدونیم. اون در نقش آقا کمال در این سریال در کنار مهرانه مهین ترابی که نقش میهن رو بازی میکرد به شهرت رسید و میتونیم بگیم که هم مهرانه مهین ترابی و هم فردوس کاویانی با این سریال حسابی معروف شدن. چند سال بعد هم در سریال آژانس دوستی به عنوان یکی از بازیگران اصلی جلوی دوربین رفت و در کنار پژمان بازقی، اسقر همت و خیلی بازیگرهای دیگه شهرتش رو بیشتر و بیشتر کرد. متاسفانه در سال 1396 متوجه شدیم که این بازیگر قدیمی که حدوداً از سال 91 هیچ فعالیت هنری نداشت مبتلا به بیماری پارکینسون شده بود و چهره جدید این بازیگر در اردیبهشت ماه سال 1396 در 14 جشنواره شب بازیگری، اونم در حالی که 6 سال از محافل هنری دور بود، موجب تأثیر اهالی هنر قرار گرفت. او به شدت از ضعف جسمانی و حرکتی رنج می برد و در شرایطی که سخن گفتن برایش سخت بود تونست به صورت بریده بریده بگوید که امروز خیلی خوشحاله که اینجاست. آخرین حضور فردوس کاویانی در قاب تصویر مربوط میشه به سریال هفت سین یدالله صمدی که نوروز سال 1391 از تلویزیون پخش میشد. همسرش در مورد بیماری فردوس کاویانی گفته بود که فردوس کاویانی به بیماری پارکینسون مبتلا هستش و به خاطر دوز بالایی که داروهاش داره شرایط جسمی خیلی سختی رو تحمل میکنه. فردوس کاویانی فقط یک دختر داشت که اسمش آرمیتا هست. امیدواریم که روح این بازیگر در آرامش باشه. حتما اگه با سریال ها و فیلم های سینمایی این بازیگر خاطره دارید برامون تو بخش کامنت ها اسم فیلم یا سریال رو بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.